خب من فایدتون دیگه این شعر رو بخونم و از طرف خود و حاضرین تقدیمش کنم به حضرت علی، انشاءالله که بپذیره. این شعر هم خلاصه شده، البته ابیاتی هم ازش هست شده، نمیخوام زیاد یه وقت جلسه رو بگیرم، خسته هم شده شد. علی مجسمه آگهای قرآنی به شاه راه حقیقت میان میدانی، تو در خدایی و در تو خداست، تو در تو فراتری تو در انسان اگر چه انسانی، به زیر پای تو شیطان و زیر بال انسان، به زیر پای تو شیطان و زیر بال انسان، بشر به دست تو آزاد و دیو زندان، توی مدال غرور آفرین به سینه حق، توی نشان مسلمانی مسلمانی، نگاه بان حق استی و حق نگه دارد که حق ندیده به خود این چنین نگه بانی، ستاره ها به درخشیدن علی گرمند، ستاره ها به درخشیدن علی گرمند، قمر به روی تو تابان و شمس نورانی، علی مجسمه آگهای قرآنی، خدای گونه به سیرت به صورت انسانی، به حکم فلسفه عارفان خداوندی، به علم منطق و تعریف ناطق حیوان، اسیر گفت که تو از حریر نرمتری، قتیل گفت که زبری خشن چو سیمانی، در این میان همه انگوش در دهان ماندیم و زل زدیم به تو با نگاه حیرانی، هنر ببین که به حق شاهکار معماریست، هنر ببین که به حق شاهکار معماریست، که پیکرش همه روحانی است نه جسمانی، ولی مجسمه آخر چگونه برقا شد ز تک تک همه آگهای قرآن، علی مجسمه آگهای قرآنی، که ساخته از تو را این چنین به آسانی، علی مجسمه آگهای قرآنی، تو عکس نسبت معکوس ضد شیطانی، پسر عموی محمد، پسر عموی محمد، برادر و داماد، نسب سبب وسطی نسبتیست پیمانی، داریم نسبتهای علی رو میدیم به پیامبر، پسر عموی محمد، برادر و داماد، نسب سبب وسطی نسبتیست پیمانی، و پیش مرگ شدن جای دوستی خفتن، ولی مهمتر از این هاست نسبت جانی، علی به نسبت موسای ما تو هارونی، علی به نسبت موسای ما تو هارونی، ولی نه این که نبیی تو برتر از آنی، من آن چی گفتم انواع نسبت نبویست، به من بگو به چه نسبت سهیم یزدانی، علی مجسمه آگهای قرآنی، حرام بر تو حلال است حکم گردانی، حالا چطور؟ ما میگیم حرام حلال است بر علی، مثال هاش حرام با که مسجد به خانه وصل کنند،
حلال بر تو که در مسجد النبی مانی. حرام با جنوب مسجد النبی برود، حلال بر تو اقامت که ساکن آنی. اینه یعنی جز مسجد بوده. حرام با به زهرا زوج نا همتا، حلال بر تو که همپا و همسرش خانی. حرام باد پرستیدن مجسمه ها